خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. بارها همیهنان گرامی در خارج از کشور ما ایرانیان با هم برخورد کردیم و راجع به میهنمون که اکثر ما، نه هممون، نگران وضعیت اون هستیم صحبت میکنیم. در خیلی از موارد من به همکارانم که در برابر دوربین تلویزیون قرار میگیریم و یا پشت میکروفونهای رادیو، به خصوص این سوال رو بسیار با ما مطرح میکنن که شما فکر میکنید کسی قادر جمهوری اسلامی رو از قدرت به زیر بکشه؟ و آیا اصولا این 4 میلیون ایرانی که فرار کردن و اون 75 میلیون که در ایران هستن اصلا قادرن کوچکترین اقدامی انجام بدن؟ این سوالات همیهنان گرامی به خصوص از طرف کسای بیشتر میشه که خودشون ذوحیاتینن. برای گرفتن مزایای عقب افتاده شون به جمهوری اسلامی میرن. زمین هایی که در ایران دارن با پارتی بازی، با بخشیدن یه مقدارش به آخوندا و آقازاده ها، اونا رو دارن پس میگیرن. اگر کارخانه داشته باشن کارخانه هاشون رو پس میگیرن و اگر نداشته باشن زمین هاش رو پس میگیرن. در هر صورت اینها بیشتر از همه تخم یأس و ناامیدی رو هم در داخل و هم در خارج میکارن. عجیبه برای من. در ایران که هستن سعی میکنن مردم رو به اون چیزی که هست، یعنی اون شرایط جهنمی و وضعیتی که یه عده روزخان و اراذل اوباش بر مردم میهن ما تحمیل کردن، اون رو یک جوری توجیه بکنن. و در خارج که میان بسیار افراطی میشن و سرکوف زدن سر آدم ها که آقا این حرفایی که میزنین همش تکراریه، کی به حرف شما ها گوش میکنه؟ مردم اونجا کار خودشون رو میکنن، اصلا کسی به این مسائل توجه نداره. نمیدونم، لیاقت مردم همونه، از این نوع صحبت ها. اما واقعیت اینه همیهنان گرامی، نه، به عقیده من نقش همین ایرانیان مقیم خارج از کشور نقش بسیار درخشانی بوده تا حالا، با همه انتقاداتی که برش وارده. چهار میلیون آواره ایرانی در خارج از کشور توانستن در یک مدت بسیار کوتاه، چون همه که 33 سال پیش نیومدن بیرون، یه عده 30 سال پیش آمدن، یه عده 33 سال پیش آمدن، یه عده 25 سال، 20 سال، 10 سال، 5 سال، همینطوری به تناوب. اینا، من یک بار دیگه این موضوع رو گفتم، در زمانی که از ایران فراری شدن و همه زندگیشون رو باختن و همه رو به جا گذاشتن، فقط جانشون رو نجات دادن، هیچ چیزی با خودشون نیاوردن جز علم و دانش و خردشون، و اون کشور رو در اختیار یک عده روزخان عقب افتاده متعجل قرار دادن که تصورشون این بود با اشغال اون مملکت، یعنی فکر کردن اشغال کردن دیگه، میتوانن از تمام مواهب اون مملکت استفاده کنن، چپاول کنن اون مملکت رو و هر کسی که با اونها نیست حذفش کنن، یا فیزیکی یا فراریش بدن. و به همین دلیل همیهنان گرامی میبینید زندانهای جمهوری اسلامی مملو از دگراندیشان و میهن‌پرستان ایرانیست، فرق نمیکنه از کدوم گروه، سلطنت طلب، چپ، نمیدونم مجاهد، فدایی، ملی،
مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی یک آن و یک لحظه آرامش نداشته. در خارج از کشور نقش این اپوزیسیون از هم پاشیده متشدد، نمیدونم به قول بعضی ها بی بخار، عذر میخوام از این جمله استفاده میکنم، همین بسیار درخشان بوده. اینی که جمهوری اسلامی با تمام توانش سعی میکنه صدای خارج از کشور رو در داخل قطع بکنه، ارتباط بین داخل و ایرانیان خارج رو قطع بکنه، نشون دهنده تأثیر شگرف متقابل این دوتا نیروه، ایرانیان داخل و ایرانیان خارج. ایرانیان داخل سرکوب کرده، ولی اونجایی که یک روزن باز شده چنون انفجاری به وجود آمده که حیرت این روزخانها رو برانگیخته و اونها رو وادار به خشونت و سبائیت بیشتری کرده، کمان که در سال 88 دیدیم. از بعد از بقایای دانشگاه اینا آمدن گفتن یه عده دانشجوی که از خارج الهام گرفته بودن، و زمانی که باطبی و بسیاری از دانشجوها رو با سبائیت ریختن تو خوابگاهاشون و خوابگاهاشون از بین بردن و عده زیادی از اینا رو زخمی کردن و کشتن و از بالکن‌ها پرت کردن پایین و این کارا رو کردن، گفتن تموم شد دیگه، کسی مخالف نیست. بعد ناگهان در سال 88 دیدن میلیون‌ها ایرانی ریختن تو خیابون‌ها و حیثیت و آبروی نداشته این رژیم رو بیشتر و بیشتر بردن، و تازه جهانیان متوجه شدن چه نیرو و قدرت عظیمی در مردم ایران است، با وجودی که یکی از سبع‌ترین حکومت‌های تاریخ بشریت در یک نقطه از جهان. اینو باور کنید، اینا سبع‌ترین و وحشی‌ترین حکومتی هستند که تا به حال در خاورمیانه، حتی اینا از طالبان بدترن. سبع‌یت‌هایی که در عرض این 33 سال رژیم جمهوری اسلامی چه در زمان روح الله خمینی و چه در زمان علی خامنه‌ای نشون داده، بسیار وحشیانه تر از روش‌های طالبانه. ولی با وجود این، همینانی که مردم ما ساکت نشدن، از داخل زندان‌های ایران نامه‌هایی که به علی خامنه‌ای نوشته میشه و روز نهم دی ماه رو روز نکبت مینامند، این خیلی مهمه. آقای قدیانی توی زندان زیر شکنجه است، زیر فشار ایناست، از خود اینا بوده، حالا می‌نویسه روز نوه دی که علی خامنه‌ای افتخارشه که اون روز تونسته یه عده زیادی از این مزدورا رو بریزه تو خیابون که تعدادشون 23000 تا هم نمی‌شدن، اونم با پول و ساندیس و نمی‌دونم مترو و اتوبوس رو از گوشه و کنار آوردن، تبدیلش کردن به یه جمعیت 6 میلیونی و جمعیت 6 میلیونی تهران رو تبدیل کردن به 20000 تا. میلیون ها انسان دگراندیش شریف رو گفتن اراذل اوباش، و اون اراذل اوباش رو گفتن ملت در صحنه. آقای قدیانی می نویسه این نکبت بود روز نهم دی، نه او، عده زیادی دیگر. آقای نوریزاد از خود اینا بوده. نگاه کنید این نامه هایی که خود این هایی که با اینا بودن، یک روزی تاجزاده، عیسی سحرخیز، نمیدونم آقای خزعلی، مهدی خزعلی، دکتر مهدی خزعلی، اینا می نویسن، حیرت آوره. افشاگری هایی که راجع به این رژیم میکنن، اینا همش در نتیجه مقاومت و مداومت مردم ما در برابر این رژیم قرون وسطایی و نقش ایرانیان مقیم خارج. عمیانانی را نمیشه این نقش رو نادیده گرفت. ایرانیان مقیم خارج تمام مدت سخنگو و بلندگوی مردم مظلوم میهن ما بودن، با همه امکانات که داشتن، خیلی هم ناچیز بود امکانات تبلیغاتی، چون هنوز جا نیفتاده بودن. من حالا رو نمیگم، خیلی انتقاد دادیم، من خودم دائم انتقاد میکنم،
هی دعایه میگیم ما حتی تازه رسیدیم به این مرحله که همدیگر تعامل بکنیم، اینا خیال میکنیم خیلی پیشرفته. بله اینا هم پیشرفته. من میدونید چرا اینو میگم همیهنان گرامی؟ برای اینکه در آستانه سال 2013 به شما بگم بسیار این مبارزات داخل و خارج تاثیرگذار بوده. این ماها بودیم در خارج از کشور که مرتب میگفتیم شما اگر واقعا ریگی در کفشتون نیست به غرب میگفتیم معاملات خودتون رو با جمهوری اسلامی قطع کنید، نفت این رژیم رو نخرید و به اینا اجازه ندید تا با پول نفت هم ملت رو سرکوب کنن هم تروریست های بین المللی رو تقویت کنن. و الان میبینید رژیم درمانده است، دریوزه شده، تمام توانش رو به کار برده رژیم برای اینکه در داخل صدای این اپوزیسیونه به قول خودشون متشنج، به قول اونا دروغگوها که توی اینا هم نفوذ دارن، صدای اینا به گوش مردم داخل نرسه و مردم داخل این تصور براشون پیش نیاد که فکر کنن صدای اونا رو ایرانیان خارج به همه جهانیان منتقل میکنن. ولی نتونستن همیهنان گرامی. و نقش این ایرانیان مقیم خارج در بست فرهنگ و ادب کهن ایران، نگاه کنید نوروز ما رو در تمام جهان جا افتاده، نوروز جهانی شده، موسیقی ایرانی به وسیله هنرمندان ایرانی جهانی شده، نقاشان ما الان سری در سرها دارن، کارگردانان سینمای ما در همه جهان شناخته شدن، نه اون حزب اللهیا، اون سلحشور و مسعود دهنمکی چاهوکش و اینا، نه اونا، نه مجید مجیدی، نمیدونم جعفر پناهی، کیارستمی، همین آقای مخمل باف سابق حزب اللهی، دختراش. این کم پیشرفت نیست. شما هیچ اپوزیسیونی رو از این ملیت‌های خارجی، من دیدم در آلمان هزاران عرب فلسطینی و عرب نمیدونم مصری و عرب سوریه‌ای حالا شلوغ کردن تو این کشوراشون، مطلقا فعالیتی نداشتن اونطوری که ایرانیا داشتن. هر روز تظاهرات ایرانیا، هر روز اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی و هر روز اکسیون‌های بسیار درخشان در همه جای دنیا. سعید مرتضوی اومد سوئیس، شبانه فرارش دادن. بسیاری از این رجال، دور جون رجال، از این جمهوری اسلامی، لاتای جمهوری اسلامی آمدن سفرهای خارجی، ایرانی ها با تظاهرات خودشون از همه گروه ها، همه گروه ها فراریشون دادن. کاری که در آلمان در مورد میکونوس انجام شد کاری بود کارستان. برای اولین بار همه اپوزیسیون از چپ، راست، میانه، از مجاهد، سلطنت طلب، ملی، همه اینها با هم همکاری کردند و یک نتیجه درخشان گرفتن و اون این بود که سران رژیم جمهوری اسلامی به عنوان سران جنایتکار و تروریست شناخته شدند در یک دادگاه رسمی آلمان. این دستاورد کمی نبود. و به خاطر همین برای اولین بار تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرهای خودشون از ایران فراخواندن که بعد ما اون مانور خاتمی و اینا دوباره برگشتن بگذاریم. اما کار بزرگی بود همیهنان گرامی. اینی که من خطابم به اونهاست در آغاز سال 2013، به اون کسانی که مرتباً آیه نحس میخونن و میگن آقا اینا تکان نمیخورن، هر کی اینا رو آورده خودش هم میبره. اصلا اینطوری نیست، نه کسی اینا رو آورده نه کسی اینا رو میبره. من اصلا اعتقاد به این توهمات ندارم. میلیون ها ایرانی رو کسی نیاورد تو خیابونا، با وجود که من موافق نبودم، و میلیون ها ایرانی رو
کسی نمیتونه وادار کنه تو خونتون بشینین تا کشورهای غربی اینا رو ببرن. این سیاست های خود رژیمه، این تبلیغات خود رژیمه. اینو من به اون همکارانم میگم که هی مرتب نگن اونا که اینا رو آوردن و نمیدونم توطئه بین المللی و هی اینا رو میگن. مردم هم میگن خب پس ما کاره نیستیم که، همونطور که اینا رو آوردن خب خودشون هم میبرن دیگه، موقعش نرسیده. و این تبلیغات به نفع جمهوری اسلامیه، به نفع هر رژیم دیکتاتوری و مستبده که این تلقین تو به وجود بیاد تو مغز مردم اون کشور، تلقین کنن بهشون و این توهم پیش بیاد که آقا اینا رو سیاست‌های خارجی میارن، مردم نقش ندارن. من اصلا اعتقاد به این حرف ندارم. بنابراین همیهنانی گرامی، در آستانه سال جدید با این وضعیت که در میهن ما داره اتفاق میفته، آدم خورها به جان هم افتادن، حیرت آوره. کار به اونجایی رسیده که دیگه سنگ رو سنگ در ایران بند نیست. احمدی نژاد برای سقوط رژیم خیلی جالبه و به زانو در آوردن رژیم میگه من میخوام یارانه ها رو 5 برابر کنم. یکی از این نماینده های قلابی طویله مجلس گفته صحبت من از آقای احمدی نژاد اینه، شما 45,000 تومن یارانه به مردم نمیدونم دادید، کمک کردید و یارانه ها رو حذف کردید، 45,000 تومن دادید، 100,000 تومن جیبشون کشیدید بیرون، تازه اون پول رو با اسکناس چاپ کردن اینا دادید، حالا میخواییم 5 برابرش کنید. از کجا میخواییم تأمین کنید این پولو؟ آقای احمدی نژاد امین جان صدا زیاده، آیا فکر نمی کنید که شما باید قسمتی از جزایر خلیج پارس رو بفروشید به شیخا و بیاین تأمین بودجه کنید؟ نه صدای بیرون وضع به اینجا رسیده. یکیشون گفته به احمدی نژاد که الان براتون میخونم همینان گرام، گفته احمدی نژاد رئیس اتحادیه صادرکنندگان حرفهای مفت و بیهوده است. چون گفته است این یک حرف این درست نیست، اینی که سالهاست مردم ما دارن میگن. این کسیه که اون رهبرتون رئیس روزخانه ها گفت نظرات من به آقای رئیس جمهور خیلی نزدیکتر از آقای هاشمیه، مگه نگفت؟ مگه نمیگه اینا بی بصیرتن دیگرانو؟ این علی خامنه ای میگه بی بصیرتن. آخه کسی که اینقدر بی بصیرته یک دلغک رو میاره در رأس مملکت قرار میده و مملکت رو به فاجعه میکشه، اصلا این صلاحیت رهبری داره؟ حالا ما که قبولش نداریم، اون همون اراذل اوباش که قبولش دارن. ببینید چی میگن. مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار با حمله به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی گفته محافظه‌کاران به دستور رهبر انقلاب دولت محمود احمدی نژاد را تحمل میکنند و اگر دستور رهبر نبود کسی احمدی نژاد را قبول نداشت. تو رو به خدا مملکت ببین. آقای مهدی طائب یکی از این لاتایی که بعداً معلوم شد شکنجه‌گر آخوندم است. بله یک لات بی سر و بی پایی که لباس آخوندی تنشه و میره زندان ها ضمن بازجویی به دخترها تجاوز میکنه. بله همیشون ایشون یکی از زندانیان زن با شرف ما، وقتی که عکس این مردک جانی رو دید گفت تو زندان این آمد دست من رو دستبند زد به شوفاژ زندان و به من تجاوز کرد و هنوز بو گند بدنش تو شامه من است. حالا این آدم میگه
اگه مقام معظم رهبری نبود اصلا کسی احمدی نژاد قبول نداشت. دستور رهبره. عجب دموکراسی درست کردن. یک طویله به اسم مجلس، یه عده بز و بزغاله که به ما میگفتن به خودشون میشست برید گذاشتن اونجا، کارشون عربده کشیه، کروبی و موسوی و خاتمی اعدام باید کردن. میرن وایمیستن پشت میکروفون پارلمان برای اولین بار تو دنیا، از همچین سابقه نداره که اعضای یک مجلس بودوان که نباید از قافله عقب بمونن، برسونن خودشون جلو دوربینا بگن کروبی، موسوی، خاتمی اعدام باید کردن. یه در عرازل او باش اسمون نباید گذاشت طبیله. بعد یکی دیگه شون آقای قاسم روانبخش، عضو اون به اصطلاح جبهه پایداری که از کارمندان اون مصباح یزدی جانی هستن، گفته که مشکلات مملکت از زمانی شروع شد که آقای احمدی نژاد فرمان مقام معظم رهبری رو گوش نکرد. بله این صحنه بود که براتون تقریبا هزاران بار دیدید. MPs called for the prosecution of defeated presidential candidates Mir Hossein. نمایندگان پارلمان بی نظیره. یعنی شما هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید که یه ده حلبی به دوش اراذل اوباش از تو میدان بارفروشا و خیابان جمشید و اینا که قاب می ریختن، حالا بیان بشن سردار مثل نقدی و رحیم صفوی و جعفری و فلان. دیشب در برنامه هم گفتم یه ده به من میگن چرا میگی دیشب، ما نمیدونیم دیشب شما که. من همین انان گرامی در هفته 4 روز برنامه دارم، 2 تا شب که به وقت لس آنجلس از ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت لس آنجلس، 2 تا برنامه هم روزهای سه شنبه و پنج شنبه دارم که به وقت لس آنجلس میشه 11:30 تا 12:30، یعنی 8:30 شما به وقت اروپا تا ساعت 9:30. من وقتی که میگم دیشب یعنی برنامه‌ای که دیشب من در اینجا اجرا کردم. حالا در برنامه دیشب هم من گفتم شرایط الان در جمهوری اسلامی طوری شده که هر آن امکان داره مملکت در داخل بپاشه. هیچ چیزی بر سر جای خودش نیست. تمام آمارایی که دادن دروغ بوده. الان یکیشون وکیل مجلسه نوشته که آقای احمدی نژاد اینا، نوشته سعید حیدری نماینده کرمانشاه، گفته آقای احمدی نژاد با هیئت دولت اومدن کرمانشاه، تمام کارهایی که 2 سال و 3 سال قبل اومده بودن افتتاح کردن، دوباره اومدن اونا رو افتتاح کردن. حقه بازی رو میبینی؟ برای که بگم کارهای عمرانی داریم انجام میدیم. بعد یه شیخکی هست به اسم حجت الاسلام کاظم صدیقی، ببینید چی گفته. گفته در دوره پهلوی ها شهرهای ایران فاسد بود، روحانیون را سوار ماشین نمی کردن و زنان با حجاب حق ورود به دانشگاه را نداشتند. آقای صدیقی مطالب را طی سخنانی در قم بیان کرده که قسمت های مهمش اینه، سایت دگربان نوشته بر اجداد ما سلاطین شرابخوار بیبندوبار و آلوده به حرام سلطنت می کردن. در آن زمان ها مذهب و عالم دینی در تار و پود جامعه حاکمیتی نداشت، بلکه تمام چیزها دست سلطانهای آلوده به گناه بود. خدا نکنه شما اصلا گناهکار باشین، ملاها هیچ وقت گناهکار نبودن. گفتم در برنامه، گفتم افتخار این جامعه روحانیت یکیش مثلا آقای سید عبدالله بهبانی بود که در مشروطیت با کمک آقای طباطبایی از رهبران مشروطه بودن،
همین آقای سید عبدالله بهبهانی زمانی که در مشروطیت اون همه زحمت کشید، وقتی که مشروطیت به بار نشست همون دورهای اولش، به قدری توصیه کرد، به قدری نامه نوشت به این اداره این اداره و دوروریهای فاسدش توصیه کردن و هیپ و میل کردن که اسمش گشتن سلطان عبدالله، تا آخرم ترورش کردن. اون افتخارشون بود که حالا پسرش بعدن سید محمد بهبهانی، بگذاریم راجع به اون، از دوستان صمیمی آقای ابوالقاسم کاشانی، آیت الله کاشانی، که آقای خمینی شاگرد او بود. بنابراین اینا رو ببینید، سلاطین فاسد، حالا مثل که به اونا پشت بدن فساد خودشون و مردم یادشون میره. در زمان شاه بیشتر شهرهای ایران را فساد گرفته بود و شهر تهران 4000 شراب فروشی و قمارخانه داشت که این شهر به یک شهر فساد و فحشا تبدیل شده بود. چی گفت؟ شما از کجا شمرده بودین این شرابخانه رو؟ مگه لباس شخصی پوشیدین رفتی خود تو شرابخانه؟ 4000 تا؟ زنانی که زمان شاه در تهران خودفروشی می کردن به دولت آن زمان مالیات می دادن و دولت نیز این پولها را به عنوان مزد به کارمندان خود می داد که این کار حرام بود. زمان شاه مالیات شراب فروشی ها، قمارخانه ها و رباهایی که بانک ها از مردم می گرفتن به خزانه دولت می رفت و دولت نیز از پولهای خزانه حقوق کارمندان خود را پرداخت می کرد. در زمان شاه روحانیون را حتی سوار ماشین نمی کردن. اشتباه می کنید، اون موقع سوار ماشین، شما اون موقع یه اعتباری هم داشتید، مردم یه احترامی که براتون، چون هنوز گول شما رو نخورده بودن. حالاست که مردم سوارتون نمی کنن. یکی از این آخوندهای خودتون گفته، گفت من سوار ماشین کردن، طرف منو سوار ماشین کرد برد 40 قدم پایین‌تر پیاده کرد. گفتم آقا من اینجوری می‌خواستم پیاده شم. گفت نه حاجی آقا، شما توی سایه بودی، آوردم تو آفتاب. همین چند وقت قبل یه پیرمردی از این آخوندها بالای منبر اینو میگفت، همین زمان خودتون، زمان شاه که شما اعتبار داشتین، که مردم هنوز نمیدونستن شما چه جانورانی هستید. بعد ببینید چی گفته، باید شکرگزار خدا باشین که یک عبد صالح خدا، دینشناس، عادل، با ظرفیت، ایثارگر مانند مقام معظم رهبری در رأس حکومت قرار دارد. اگر ولی فقیه در جامعه نباشد نیازی به حمله دشمنان نیست، بلکه مسئولان خودشان به جان یکدیگر میفتند و همدیگر را از پا در میآورند. این خیال کرده باغ وحشه، راست هم میگه. هیئت دولت، این طبیله مجلس، دوروریای مقام معظم روزخان، اینا همه مثل وحشی ها میمونن، میفتن به جونم که تکه پاره میکنم دیگر. این مقام معظم روزخان بزرگ به اینا تشر میزنه. خب اینا میگن اگه اون نباشه مملکت به هم میپاشه، البته خودشونو میگن. اگر ولی فقیه نباشد مسئولان خودشان یکدیگر را میخورن. نهیب زدن ولی فقیه است که نمیگذارد جامعه اسلامی ما از هم بپاشد و مسئولان به جان یکدیگر نیفتند. واقعا باید خدا رو شکر کرد همینان گرامی که مدافعین این رژیم جانی و ددمنش این ابلهانن، که تازه این امام جمعه شه. امام جمعه یکی از این شهرها گفته که اروپایی ها بدبخت شدن از این بیهجابی، نمیدونم با چی کار کنن، گرفتار بیهجابی شدن و نمیدونن چجوری از زیر بار این بیهجابی بیان بیرون. یکیشون گفته از همینا، امام جمعه، حالا بله کدوم یکی از این شهراست نمیدونم، براتون پیدا میکنم میگم. همینانی گرامی گفتگو میکنم در این قسمت، بله نوشته بیهجابی بلای جان اروپایی ها شده. حجت الاسلام و المسلمی سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل گفته، گفته بلای جان اروپایش، نمیدونه از این مخمصه چگونه جان سالم به در ببرن این بیهجابی. بله گفتگو میکنم با آقای علی صدرزاده همینانی گرام، یک روزنامه نگار بسیار متشخص. از این نظر میگم متشخص چون من 37 سال در آلمان زندگی کردم همینانی گرام، بنابراین ما به ندرت ژورنالیستایی داریم در اروپا که اینا میتونن تا اون درجه
جلو برن که در بهترین شرایط قرار بگیرن. علی سعدزاده یکی از این آدمایی بوده که توانسته در تلویزیون اول آلمان به عنوان کورسپوندنت، یعنی نماینده تلویزیون اول آلمان در کشورهای شمال آفریقا و کشورهای عربی به عنوان نماینده بزرگترین تلویزیون‌ها بره و گزارش بده و رئیس قسمت گزارشگران بشه. این خیلی مهمه همینان گرامی. با وجود میدونید که این تلویزیون‌های اروپایی صدها خبرنگاران ورزیده و واقعا مبرز دارن، آدمایی مثل علی سعدزاده آدمایی معمولی نیستن، چون هم از نظر زبانی، هم از نظر ثبات، هم از نظر احاطه به وضعیت منطقه باید در اون شرایطی باشن که بتوانن با آلمانی ها رقابت بکنن تا از میون اونا این انتخابش کنن بفرستن اونجا. شما یادتون باشه هنوز در اروپا مسئله خارجی بودن خیلی مهمه، حتی در سطح رادیو ها و تلویزیون ها. من کار کردم توی دویچه وله صدای آلمان، میدونم شما باید خیلی قدرت کاری داشته باشید تا همکارانتون رو وادار به سکوت بکنید، در برابرتون احترام بذارن بهتون. حالا گفتگو میکنم با آقای سعدزاده در مورد مسائل منطقه خاورمیانه، به خصوص سوریه، مصر و بقایی که در حال شرف در این کشورها. آقای سعدزاده درود بر شما. سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ به شما و همه بینندگان محترمتون سال خوبی رو براتون آقای سعدزاده آرزو میکنم، با موفقیت‌های بیشتر و بیشتر برای شما. آقای سعدزاده اوضاع رو چی می‌بینید؟ گزارش سازمان ملل متحد رو گوش کردید؟ 60,000 نفر در وقایع سوریه کشته شدن. تا حالا می‌گفتن 45، نمی‌دونم 47,000 نفر. ولی آمارای رسمی که دادن. بعدم همون بعد از اینی که این اعلامیه منتشر شد، 3 ساعت بعدش یه پمپ بنزین دیدید در نزدیکی دمشق با هواپیما زدن. الان گزارش ها میگه 200 نفر کشته شدن و عده زیادی زخمی شدن. با وجود این ما میبینیم آقای اسد مثل که اصلا اتفاقی نیفتاده. چی میبینید اوضاع سوریه رو در سال جدید؟ همونطور که شما گفتید این زد و خورد ها در روزهای اخیر به خصوص تشدید شده. الان هم در نزدیکی فرودگاه تفتناز در استان ادلیب سوریه جنگ سختی درگیر هست. دولت سعی میکنه که نیروهای دولتی سعی میکنن که مانع از این بشن که مخالفین بر این فرودگاه بسیار بسیار مهم از نظر استراتژیک توافق پیدا بکنن و تصور ناظرین برای هرچی که مخالفین بیشتر میشن و هرچی که فشار بیشتر میشه متاسفانه تعداد کشتارها هم بیشتر میشه. ظاهرا چنین به نظر میرسه که هر دو طرف، یعنی هم مخالفین متاسفانه ارتباط ما با آقای سعدزاده درش اختلال به وجود میاد. حالا دوباره همکار من سعی میکنه ارتباط برقرار کنه، امیر شهرتی پیش میاد دیگه. امیانان گرامی از نظر فنی درست بسیار پیشرفته شده دستگاه‌ها، ولی بعضی وقتا مشکلاتی پیش میاد که این مشکلات رو باید با صبر حلش کرد. بحث خیلی جالبی رو آقای سعدزاده شروع کرده بود، امیدوارم که دوباره بتونیم با ایشون تماس بگیریم و آقای سعدزاده به مطالب خودشون ادامه بدن. من فکر میکنم تا چند لحظه دیگر امیر شهرتی بتونه ارتباط ما رو با آقای سعدزاده وصل بکنه، امیدوار هستم، و ما بتونیم از صحبت‌های آقای سعدزاده استفاده کنیم. نمیدونم چرا بعضی وقتا این مسئله. بله، ولی قبل از اینکه حالا آقای سعدزاده به صحبتشون ادامه بدن، سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سال جدید مسیحی گفته که با تجزیه سوریه به هر شکلی مخالف، و نصرالله این سخن را همزمان با معاصره فرودگاه استراتژیک تفتاز به وسیله شورشیان سوریه اعلام کرده. همونطور که آقای سعدزاده گفتن، میدونین این فرودگاه از نظر استراتژیک بسیار فرودگاه مهمیه و اگر چنانچه به دست مخالفین اثر بیفته، بسیاری از قسمت‌هایی که هواپیماهای سوری میان از اونجا پرواز میکنن و مخالفین رو بمباران میکنن، این وسیله از دستشون گرفته میشه و تفوق پیدا میکنن
مخالفین بر یک از بزرگترین فرودگاه استراتژیک سوریه و احتمال داره تمام امکانات که در اون فرودگاه هستم به دست اینا بیفته، هواپیماهای نظامی و توپای ضد هوایی و اینایی که در اونجا وجود داره. حالا باید دید که اوضاع در اونجا چطوری میشه. تلویزیون المنار وابسته به حزب الله که این سخنرانی سید حسن نصرالله رو پخش می‌کرده گفته که موضع اساسی ما مخالفت با هر فرمی از تقسیم یا فراخوان به تجزیه و جدایی در هر کشور عربی و اسلامی است. اینو آقای سید حسن نصرالله گفته. البته ایشون بیشتر شوخی میکنه، نه در هر کشوری، در آقای سجاده مثل که من دوباره تصویرشون میبینم، درسته؟ آقای سجاده صدای من میشه؟ متأسفانه صدای شما قطع شد. من دنباله حرف سابقم رو بگم که بل. با افزایش قدرت مخالفین و این که تقریبا همه مادرین به این نظر رسیدن که امکان باقی ماندن آقای اسد در قدرت وجود نداره، این باعث شده که طرفین حملاتشون رو این اواخر تشدید بدن و به همین دلیل هم ما شاهد کشتار بیشتری خواهیم بود و سال 2013 برای سوریه یک سال بسیار بسیار تعیین کننده‌ای خواهد بود، برای اینکه دولت سوریه بایستی با یک مقدار موانع اساسی خودشو آماده بکنه و بعضی ها حس میزنن که سال 2013 تقریبا سال تعیین کننده ای خواهد بود در مناقشات فعلی که در سوریه انجام میگیره، چون ادامه این وضع باعث از همپاشیدگی کامل سوریه خواهد شد. شما فکر میکنین آقای سجاده سخنرانی آقای سید حسن نصرالله که در مورد تجزیه سوریه امروز اعلان خطر کرده و یه سخنرانی تندی هم کرده که از المنار پخش شده در ارتباط با همین به اصطلاح شتاب سقوط اسده؟ درست همین است. من حتی در بعضی از نامه‌های عربی هم که به بشار اسد نزدیک هستند خوندم و که اونها هم کم یا بیش با این نظر موافق هستند که به هر حال سقوط رژیم اسد فقط مسئله زمان هست، اینکه چه زمانی صورت خواهد گرفت مسئله سالها نخواهد بود بلکه مسئله ماها خواهد بود. و جالب این است که در یکی از روزنامه‌های ایرانی هم خوندم که حتی آقای هاشمی رفسنجانی هم در ایران با در ملاقات با یکی از سیاستمداران عراقی ایشون هم اعلام کرده که آقای اسد دیگر نمیتونه در قدرت بمونه. به همین علت این مثل این که منطق این گونه مبارزات و این مناقشات هست که اون کسی که به تنهایی در این کشوری حکومت میکنه وقتی که تشخیص بده که لحظه به اصطلاح پایانی هست به هر قیمتی سعی میکنه که اگر نخواد مملکت کنه بقیه دورها سعی میکنه با تمام قوا از قدرتش استفاده بکنه. الان خبرهایی هست که حتی آقای بشار اسد یک شب هم در یک محل نمیخوابه بلکه سعی میکنه جاش رو عوض بکنه، حتی تعداد اطرافیانش رو محدود کرده، چون به هر حال میدونه که تعداد ژنرال هایی که جدا شدن از ارتش اونقدر زیاد هست که اطلاعات دقیقی از نحوی زندگی و حرکت های شخصیش وجود داره و همین علت خودش هم ظاهرا خیلی تحت فشار هست. آقای سجاده چه عاملی باعث شده که این بشار اسد به این حد این همه جنایت انجام بشه همچنان بر سر جای خودش باقی بمونه؟ این آدم بالاخره شعوری داره؟ 30 سال نمیدونم 40 سال پدرش و خودش در رأس کار بودن، در رأس قدرت بودن، خانوادش، این نمیتونه تشخیص بده که الان در این شرایط دیگه ادامه کارش بیهوده است؟ پس بنابراین چرا این مونده و دست به این جنایت ها میزنه؟ خیلی ها وقتی که به سوریه نگاه میکنن سوریه رو مقایسه میکنن با تونس، با مصر و از خودشون میپرسن که چطور شد که اون دیکتاتورهای تونس و مصر پس از یک دوران کوتاهی از مبارزه تشخیص دادن که بایستی برن ولی بشار اسد به این تشخیص نمیرسه. بایستی به اوضاع سوریه نگاه کرد برای پاسخ به این مسئله و اون این هم این هست که آقای اسد متکی هست به 10-12% از اقلیت علوی سوریه، بنابراین فکر میکنه که اگر از قدرت بره نه تنها خودش بلکه تمام کسانی که
بر از این 40 سالی که شما گفتید از درون به اصطلاح اقلیت عربی به قدرتی رسیدن، به امکاناتی رسیدن، همه اونها به اصطلاح مورد تهاجم اکثریت سنی های سوریه قرار خواهند گرفت. در حقیقت این مقاومت شخص اسد تنها نیست، بلکه این مقاومت بخشی از علوی هایی هستند که در این مدت به اصطلاح به قدرت رسیدن. البته علوی هایی هم هستند که از دولت بشار اسد جدا شدند، میدونن که این با این تصور که این وضع ادامه این وضع باعث هم از همپاشیدگی کشور خواهد شد و منافع همه رو و از جمله منافع علوی ها رو هم به خطر خواهند داشت، ولی بخشی از علوی ها همچنان پشت بشار اسد هستن و سوریه داره یک حالتی پیدا میکنه اگر همین وضع ادامه پیدا بکنه مثل کشور همسایش لبنان که اگر به خاطر داشته باشید 16 سال در اونجا جنگ داخلی بود و سوریه و لبنان هم از نظر مذهبی و از نظر به اصطلاح قومی قابل مقایسه هستند با هم دیگه. در سوریه مثل لبنان شما مسیحی دارید، دروزی دارید، سنی دارید، شیعه دارید، علوی دارید و بین این قبایل و بین این مذاهب 16 سال تمام در لبنان جنگ داخلی بود تا بالاخره اونقدر این گروه ها همدیگر رو به اصطلاح به همدیگر فشار آوردن که یک روزی مجبور شدن پشت میز بنشینن. بعضی ها هم تصور میکنن که این آینده خطرناک در انتظار سوریه هست. این گروه ها حتی با رفتن بشار اسد جنگ قطع نخواهد شد و این گروه ها به جنگ های خودشون ادامه میدن. ولی یک تفاوت وجود داره بین لبنان و سوریه و اون این که جنگ داخلی لبنان در این 16 سال در محدوده جغرافیایی لبنان محصور موند، باقی موند در اونجا. ولی اوضاعی که الان در سوریه هست ممکن است که این جنگ داخلی به کشورهای نممکن است، حتی بعضی ها حس میدن که به احتمال قوی به جنگ به کشورهای همسایه سرایت خواهد کرد. لبنان رو یک بار دیگه گرفتار جنگ داخلی خواهد کرد، کما اینکه الان یک شواهدی رو میبینیم عراق رو دوچار جنگ داخلی خواهد کرد و به ایران هم تأثیر خواهد گذاشت. این است که ادامه جنگ داخلی به مدت به اون مدتی که ما در لبنان دیدیم در سوریه تصورش مشکله، ولی این یکی از آلترناتیف هایی است که بعضی از ناظرین رد نمی کنند. آقای سعدزاده عزیز، الان ببینید در ونزوئلا آقای چاوز وضعش طوری خطرناک شده که معاونش رفت و برگشته، مثل که امیدی دیگه به زندگی ایشون نیست. یعنی یکی از مهره‌های بسیار قوی جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین می‌بینیم که الان وضعیتش به مرحله خطرناک مرزش رسیده و امکان این که بتونه دوباره قدرت رو در دست بگیره خیلی کمه. در عراق می‌بینیم که آقای طالبانی طوری مریض شده که در حالت کما، مثل قرار بیارنش آلمان یا آوردنش من آگاهی ندارم. الان در سوریه وضع اسد طوری است که دیگه اطرافیان حتی خود جمهوری اسلامی همونطور که شما به درستی مثال زدید، آقای هاشمی هم دیگه قطع امید کرده. وضع دوره کاملا در سال 2013 به ضرر جمهوری اسلامی پیش میره. شما آینده جمهوری اسلامی رو در منطقه چی می‌بینید؟ ایران این سال 2013 یکی از سالهای تعیین کننده تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. اون هم به چند دلیل. دلیل اولش اینه که من فکر نمی کنم که مذاکره ایران و جامعه بین المللی بر سر برنامه اتمی به اون صورت کشدار به اصطلاح که در گذشته مشاهدش بودیم بخواد ادامه پیدا بکنه. یعنی حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران مسئله یا بلا فاصله هفته های بلا فاصله پس از این انتخابات بایستی مسئله اتمی ایران به اون نحوی که دنیای غرب، به اون شفافیتی که دنیای غرب میخواد حل بشه. به خصوص اینکه آقای نتانیاهو که ظاهراً بر اساس تمام شواهد برنده انتخابات آینده اسرائیل خواهد بود در ماه فوریه آینده، در گفته‌های روزهای اخیرش اعلام کرده که مسئله اتمی ایران رو به مسئله مرکزی سیاستش خواهد کرد. آقای اوباما هم دستش بازتر در این 4 سال آخر و من فکر میکنم که این مسئله اتمی باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی یا اینکه تجدید نظر اساسی بکنه در سیاست خارجیش و یا اینکه وارد یک دوران مقابله بسیار جدی بشیم. دوم اینکه اگر هم این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم وضع اقتصادی در ایران و افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی جایی برسه که توان
به اصلاح مردم از نظر اقتصادی خیلی پایین بیاد و اون هم منبعی خواهد بود برای این آرامی ها. سوم این که فکر میکنم که اون انسجامی رو که ما در زمان گذشته در درون جمهوری اسلامی لااقل در بین طیف اصولگرا دیدیم، اون انسجام دیگر وجود نداره. و همین علت بخشی از ملی مذهبی هاشون 6 نفر یک نامه تا حتی شما پای میز مذاکره با آمریکا بنشینید، آمریکا همه چیز رو به شما تحمیل خواهد کرد، چون شما از یک موضع ضعف دارید با آمریکا مذاکره میکنید. میدونن که از نظر درونی و از نظر اقتصادی دچار ضعف هستید و بنابراین به نفع ایران نیست این مذاکره شما. بهتر از این است که قبل از اینکه شما مذاکره کنید، اول بیایید و در درون سعی کنید که پشتیبانی بیشتری برای خودتون ایجاد بکنید و اون هم از طریق آزادی بیشتر به مردم، آزادی زندانیان سیاسی و قیصر آزادی. این در حقیقت اگر ایران هم پای میز مذاکره رسمی با آمریکا بره، تبدیل به جام زهری خواهد شد که این بار باید رهبر فعلی جمهوری اسلامی بنوشه. و این رو بسیاری از نزدیکان آقای خامنه‌ای گفتن که گویا کسانی هستن فشار به ایشون میارن که ایشون جام زهر بخوره. ولی تفاوتی که داره، اون زمانی که آقای خامنه‌ای جام زهر نوشید، آقای خمینی دارای کاریزما بود، دارای یک به اصطلاح وجهه‌ای بود، قسمت اعظم مردم ایران طرفدارش بودن. ولی این جام زهر که آقای خامنه‌ای خواهد خورد به اون سادگی نیست که همه طرفدارا و همه مردم ایران ازش بپذیرن. بنابراین سال 13 همطور برای سوریه سال تعیین کننده خواهد بود، حتی برای ایران تعیین کننده تر. آقای سعادت‌زاده، آخرین سوال من از شما این خواهد بود که میدونید که آقای مرسی در جمع خبرنگاران عرب در قاهره گفته که امنیت خلیج فارس امنیت مصره و مصر صدمه به امنیت خلیج فارس و کشورهای عربی منطقه رو تحمل نمی‌کنه. آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه گفته که این صحبتایی که ایشون میکنه خیلی معمولیه و این کشورهای عرب مخالف ما و روزنامه‌های جنجالی عربی هستن که از این موضوع بخوام بهره برداری سو بکنن. منظور آقای مرسی ایران نبوده، ولی در حقیقت اینطوری که گزارش شده ایشون در پاسخ به سوال راجع به ایران این مطالب رو گفته. به نظر شما الان اوضاعی که در منطقه پیش اومده، کاملا میبینیم که جمهوری اسلامی سعی میکرد بهار عربی رو به بیداری اسلامی تعبیر بکنه و سعی کنه همه اینا رو کسانی بدونه که راه جمهوری اسلامی رو در پیش گرفتن، انقلاب ایران رو سرمشق قرار. ولی الان میبینیم درست اوضاع برعکسه. شما چی میبینید آینده این روابط رو با مصر، با تونس، با لیبی، نمیدونم با اسد، که با سوریه که اسد اگر سرنگون بشه، مثل که اوضاع کاملا بر وفق مراد جمهوری اسلامی نیست بلکه مخالف نظرات اوناست. بله، من فکر میکنم که ما با یک دورانی روبرو هستیم که اسمش میشه گذاشت دوران اخوان المسلمین، یعنی اون جریان به اصطلاح اسلام سیاسی مدرنی که سعی میکنه یک حداقلی از به اصطلاح قواعد بازی دموکراسی رو هم بپذیره. این نیروی آینده کشورهای عربی خاورمیانه هست و همه اینها هم که شما چه به تونس مسافرت کنید، چه به مصر، چه به لیبی و حتی به سوریه و بین اخوان المسلمین اردن، همه اینها میگن که مدل ما ترکیه است. حالا اینکه اینها ترکیه خواهند شد یا نه، اون بحث زیرگانه، ولی به هر حال اخوان المسلمین یک جریانی است عین به اصطلاح کمینترن کمونیسم در گذشته، در حقیقت شعبه هایی داره در تمام این کشورهای خاورمیانه و دوران اخوان المسلمین هست. و این حرفی هم که آقای مرسی زده در حقیقت در تقویت جبهه اخوان المسلمینی هست که در تمام منطقه به وجود اومده. دولت تونس دولت اخوان المسلمینی هست به صورتی، حالا اسامی احزابشون ممکنه فرق بکنه ولی همین روند هست. و در و سعی میکنه مرسی که با این تئوری به اصطلاح اسلام سیاسی معتدله مدل ترکیه‌ای به هر نحوی شده خودش رو از ایران به اصطلاح جدا بسازه. و این حرفی رو هم که زده صراحتاً به ایران زده. ما در گذشته شاهد به اصطلاح خط‌کشی‌های بیشتری از طرف آقای مرسی نسبت به ایران بودیم و آقای مهمان پرست هم حمله نکرده به آقای مرسی، سعی میکنه مرسی رو برای خودشون نگه داره. ولی من فکر میکنم که مرسی عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس و کشورهایی که در مسلمین قدی هستن برای ایران ترجیح میده، علاوه بر این که اقتصاد کمک مالی هستن و
بسیار سپاسگزارم آقای سعدزاده عزیز، تا بار آینده که دوباره با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی سپاسگزارم. خب همیانان گرامی، وقت برنامه هم به همینجا به پایان رسید. اشکالاتی بود در پخش صدای آقای سعدزاده، امیدوار هستیم که این اشکالات بعدا در آینده نداشته باشیم. بیشتر در اثر ارتباطات کامپیوتریه و میدونید که از طریق اسکایپ ما با هم دیگه تماس میگیریم. امیدوارم در دفعات آینده این مشکلات ما حل بشه. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.